بعد این برنامه خیلی خوش آمدید و حالا بحث ما کجا بود؟ بحث ما در افغانستان بود و از مسئله جهانی گذشتیم استاد. آمدیم کم کم روی افغانستان. من میخواییم بپرسم که عوامل مهاجرت در افغانستان از چی منشأ میگیره؟ بیشترین مهاجرین ما در کدام کشور پناهنده هستن؟ با اینکه دولت چقدر در این عرصه با این موضوع دست و پنجه نرم کرده، چقدر مشکلات حل کرده؟ میاییم در کل باید صحبت کنیم، میاییم سر افغانستان. جامعه افغانستان یک جامعه عقب مانده با مشکلات اقتصادی، ناامنی. ما قبلا شما را گفتیم وقتی که در دیگر جهان اصولی قانونی پیش میرن، به نفع کشور خود پیش میرن، اگر مهاجرت ها هستن همچنان، ولی در افغانستان بر اساس مجبوریت هستن که ما چیزی مهمترینشان که هستن ناامنی هستن و مشکلات اقتصادی هستن. از این رو افغانستان بر اساس یک مجبوریت میرن و یعنی همه اگر ما ببینیم در سطح جهان مهاجرت ها در افغانستان از او حد معیارشون بالا رفتن و همه مهاجرت ها که امروز ما میبینیم غیر قانونی هستن، که این غیر قانونی رفتن به دیگر کشورها با خطرات جانی و با انتقالاتی که مثال در پهله ازی که مثال میرم راشون مواد مخدر انتقال میتن، نفس خود از دست میتن، تجاوز میشن، زیاد مشکلات هستن که دوچار میشن تا رسیدن به او ادبشون. در کل اگر بگویم این مهاجرت ها یک بسیار یک انگیزه و بسیار یک چالش های خطرناک و در آینده به جای بگذارم بر ما و بر مردم ما. میفهمین کسایی که در رشته های خوب تحصیل کردن، در بخش های خیلی ورزیده کار میکردن، حالا بر اثر ناامنی ها یا هر موضوع دیگه حالا سفر میکنن برن کشور دیگه، اونجا چی با چه سرنوشت دوچار میشن؟ ببینین اینجا ما میگیم کشورهایی که جانی میشن، جانی شدن به این معنی یک کشور در تمام عرصه ها چی تحصیلی استن، چی تجارتی استن، چی اقتصادی، مجموع وزارت هایشان که هستن به استاندارد بین المللی الکترونیکی وصل به جهان است. اگر تحصیلات هستن ببینین ما اینجا ما براتون گفتیم که یک بدبختی بسیار میاد وقتی که ما از اینجا چی بسواد هستن، چی کسایی که مسلکی هستن تحصیلات کردن یا از یک ترک طبیعت میکنن میرن، چون تحصیلات ما تنوز جانی نیستیم، تحصیلات ما قابل قبول جهان نیستن. بله. ما کجا میریم؟ ما مجبور هستیم که یک کارگر شویم که امو ربات ها یا امو کمپیوتر از یا ماشین که امو بعضی فعالیت ها رو پیش میبره و او از دست چه از او ماشین نمیشه، باز امو کارای عقب مانده او کشور باز ما انجام میتیم. و دیگرشان چیزشان اساسیشان ایستم که امو ما کم تحصیلاتی که ایجا پیش بردیم، یک کادر بودیم، یک نقطه زمان بودیم، ایجا سر ما مصرف بخشی که مده جامعه و امو حقوق یک دیگر کسیم ما گرفتیم و بخش جرایم کم بود شدیم، این بدبختی خود دیگر به جای میمانن و اوجه ما که میریم به آینده که ما پیش بریم که یک فامیل ایجاد بسازیم، مقطع تحصیلات خلاص کردیم، این مقطع تحصیلات برای ما بدر میره. یک چیزای اساسی هستن که ما دچار این بدبختی ها میشیم. بله. آقای غمی، درباره ای که آمار دقیق های وجود داره که در کدام کشور را بیشتر مهاجرین ما هستن، آیا بیشتر این آمار هست؟ ما از لحاظ ارتباطاتی که مثلا ما نزدیک داریم به کشورهای اروپایی، ما اگر جرمنی، فرانسه، مجموع بلژیم، از بلژیم گرفته، از اوکراین، مسکو گرفته تا ترکیه و بلغاریه، ای سمتی که هستن در مجموع، ما در اروپا در کشورهای اگر انسان حالی ببینیم در این زمان آل ماجرین بسیار رفتن. ما تقریبا یک ماه پیش خبر شدیم که در ترکیه یکی از خانمو باز بر ما گفتن، باز گفتن ما در یونیکسیار رفتیم، مرا گفتن که برای شما نوم آباد نوبت انترویتون میاین.
یعنی از این معلوم میشن که در هندوستان، در ترکیه، کشورهای اروپایی را خود ما گفتیم که هستن و این کشورهایی که در نزدیک هستن، چون ما ارتباط زیاد نزدیک داریم و سهولت است، آرام هستن و با آسانی میتونن که بروند. کشورهای اروپایی زیادتر هستن نسبت به آمریکا و استرالیا، کانادا، چون کشورهای دور دست هستن. و در افغانستان چطور؟ بخاطر این موضوع گفتیم کارهایی را حکومت انجام دادن یا روی دست دارن؟ افغانستان تشکیلات ما یا بخش اجرایه که یک بخشی که وزارت خارجه میشه و وزارت مهاجرین میشن، مهاجرین هم به مهاجرین کسایی که بیگانه میایه همچنان فعالیت دارن و ما بیگانه میشیم این مربوط مهاجرین میشه و وزارت خارجه میشن. هیچ نوع فعالیت های یا هیچ نوع طرح ها و پلیسی های خودن نسبت روزمره که ما میبینیم روز بر روز جهان تغییر میکنن، تنوز ما در این بخش در یه عرصه فعالیت های نداشتیم که مفاد یا فایده به این روان داشته باشن. اینجلا مهاجرت یک روی دیگه هم داره، یک روی خوشبینی داره. اگر ما بتونیم درست مدیریت بکنیم و اگر ما به عنوان یک شهروند افغان، به عنوان یک هموطن دلسوز به کشور ببینیم، وقتی که مهاجرت بکنیم میشه که اونجا تحصیلات بکنیم، دستاورد خوبی داشته باشیم، دوباره بر بگردیم به کشور و اینجا خدمت بالاتری بکنیم، از تجربیات او استفاده کنیم، از امکانات او استفاده کنیم و در جامعه خود کار مثبتی را انجام بدیم. فکر میکنیم ما در این قسمت تانستیم وظیفه خود انجام بدیم، حداقل مهاجرینی که اونجا میرن تانستن وظیفه خود انجام بدن و دوباره بر بگردن و به کشور خود خدمت بکنن، و یا زمینه از این فراهم هست در کشور ما که او دوباره بر بگردن و فعالیت داشته باشن اینجا؟ ببینین درست است شما که گفتین که ما میریم ایقا خسارات و ایقا مشکلات ما مواجه میشیم. بعضی از مهاجرین که خردسال هستن میرن، کسرتشان ما براتون گفتم، کسی که از لیسانس رفته سالای 28 29 23 که رفته، بعد از اونجا که باز کالج و یونیورسیتی میخونن او خوب وقتی زمان زندگیشون رفتن. بله بله. و کسایی که نو رفتن جوان هستن، درست است، برای و خوب هستن. در یک زمان اگر افغانستان آرامی شوند، در یک زمان اگر آرامی شوند پس بیاین، با شکل متخصصین میتونن که در بخش اجرای بعضی طرح ها و بعضی فعالیت های مسلک خود داشته باشند هستن. ولی در شرایط کنونی ما که میبینیم در افغانستان به نظر ما هیچ کس تمایل به این ندارن که پس برگردن به افغانستان و در اون مسلک خود مصدر خدمت به کشور شون. بله بسیار خیلی تشکر، لطف کردین. با امید روزی که مهاجران افغان همونطور که میفهمم سومین کشور پناهنده در تمام دنیا است، البته از افغانستان بعد از دو کشور، با امید روزی که این موضوع واقعا در افغانستان حل شد. کل گرفتن یک موضوع مانده و جناب قمر نه ما نمیریم ما نمیریم ما نمیریم میریم وقفه میریم خارج نمیریم.